بیش از یک هفته از به قدرت رسیدن سنی های تونروی طالبان در افغانستان زمان می گذرت. از آن روز ساکنان تحولات داخلی این کشور به سرعت در حال رخ دادن است. از یک سو طالبان تلاش می کند خود را گروهی معتدل و متفاوت با سنی های تونروی 20 سال قبل نشان دهد و از سوی دیگر برخی کشورها موزگیری های متفاوتی نسبت به قدرت رسیدن طالبان اتخاذ کردند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا طی اظهاراتی از حضور داعش و القاعده در افغانستان خبر داد و گفت تعداد دقیق آنها مشخص نیست. جان کربی سخنگوی پنتاگون در یک نشست خبری مدعی شد که عناصر دو گروه تروریستی القاعده و داعش همچنان در افغانستان مستقر هستند. اما طرف آمریکایی تعداد دقیق آنها را نمیداند. وی در ادامه افسود ما میدانیم که القاعده و داعش در افغانستان حضور دارند اما معتقدیم که تعدادشان زیاد نیست اما اطلاعاتی دقیق درباره تعدادشان نداریم تعداد تروریست های حاضر در افغانستان به اندازه این نیست که سرزمین های ما را مانند آنچه که 20 سال پیش در 11 سپتامبر اتفاق افتاد تحدید کند از سوی دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرد سنی های تندرو طالبان را به رسمیت نشناخته است در حالی که یک هفته از تصرف کابل به دست عناصر طالبان گذشته اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت ما هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته و حتی با آنها صحبت هم نکرده ایم. وندرلاین که از یک مرکز اسکان مهاجران افغانستانی در مادرید اسپانیا دیدن میکرد، از افزایش 57 میلیون یورویی بودجه برای حمایت از مهاجران افغانستان هم خبر داد وی همچنین از حمایت از کشورهایی که مهاجران را بپذیرند هم خبر داد او افزود هدف اتحادیه اروپا در برخورد با مسائل افغانستان، حقوق بشر، نوع برخورد با ها و همچنین حقوق زنان و دختران است. ما کلمات و صحبتهای طالبان را شنیده ایم، اما تنها عمل برای ما اهمیت دارد.